سلام، سامان خدایی هستم از رسانه طرفداری. یه بازی مهم دیگه و یه میز کارشناس دیگه. این بار هم با همکارانم حامد وفایی و علیرضا هاشمی به استقبال بازی پرسپولیس و پاختاکور میریم. سلام، حامد وفایی هستم. امشب یه بازی حساس داریم، پرسپولیس و پاختاکور. مثل برنامه قبلی یه گفتگوی کوتاه داریم با علی هاشمی. حامد جان سلام. بازی با پاختاکور تو مراحلی که خیلی ترسناک مراحل حذفی، پاختاکور قربه خوبی بود برای ما. من فکر می‌کنم سخت‌ترین قرعه برای ما بوده، هرچند که شاید خیلی موافق نباشن، اما من فکر می‌کنم پاختاکور سخت‌ترین قرعه بود. البته بازی با پاختاکور یک دربی رو هم از ما گرفت دیگه. متاسفانه کاش بازی پرسپولیس سالا برگزار می‌شد که حریف، یعنی کل آسیا به وجد می‌اومد، اما پاختاکور حریف قابل احترامیه، اما اون وجد رو برای طرفدارای فوتبال دربی یه چیز دیگه بود. آخرین رویارویی دو تیم به فصل قبل لیگ قهرمانان آسیا برمیگرده. دو تیم دو بار در تهران و تاشکند به مسافه هم رفتن. بازی رفت اسفند 97 در ورزشگاه آزادی 1-1 مساوی شد. اشتباه تیم داوری جلوی پیروزی پرسپولیس رو گرفت و ادهم المخادمه اردنی که قضاوت بازی امروز رو بر عهده داره داور اون بازی بود. اما بازی برگشت رو پرسپولیس در تاشکند 1-0 به پاختاکور واگذار کرد در اردیبهشت سال 98 و امروز فرصت خوبیه که انتقام اون شکست گرفته شه. حامد جان، با وجود دو تا تیم عربستانی الاهلی و النصر، رو چه مبنایی میگی پاختاکور تیم قوی تریه؟ اون دو تا تیم عربستانی ان، یحیی متخصص بردن تیم‌های عربستانی، اما پاختاکور تا حالا بازی نکرده، یحیی گل محمدی توی پرسپولیس. ضمن اینکه خب به هر حال پاختاکور فوتبال مارکانه ارائه میده، خط هافک گردن کلفتی داره، مهاجمای خیلی خوبی داره و من فکر میکنم که حریف سرسختی است. خودت میدونی که خط حمله و خط هافک پاختاکور چه کسایی هست؟ آره، خب به هر حال بازیکنای بزرگی داره پاختاکور. ماشاریپوف که اسمش برای همه ما ایرانی ها هم آشناست به واسطه بحث اومدنش تو تیم استقلال، و البته دردیو که قبل از این توی گالاتاسرای و البته تیم بایر لورکوزن بازی کرده، برای تیم ملی سوئیس هم به میدان رفته. به هر حال اینا بازیکنای بزرگن. ای اف سی هم تو مقاله اخیرش از چهار بازیکن مطرح بازی پایانی یکیشون همین ماشاریپوف بود که نام برده بود. جالب اینه که بشار اسد هم تو این لیست هست. آره بشار. و جالب تره که بشار اسد دهای در لیست قرار گرفته که وحید امیری بیشتر تعداد پاس داده تو پرسپولیس و احسان پهلوان هم 10 تا موقعیت گل ساخته، در حالی که بشار اسد 2 تا موقعیت. آره یه جورایی بشار معرفی شده، ولی از نظر آماری از اونها پایین‌تره، هم از وحید امیری و هم از احسان پهلوان. درسته. پرسپولیس در گروه سختی که از دوئل قطر، شارجه امارات و اتاوان عربستان درش حضور داشتن با صدرنشینی به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. اما پاختاکور با الهلال عربستان، شهر خودرو ایران و شباب الاهلی امارات هم گروه بود و به لطف حذف الهلال به خاطر کرونا به عنوان صدرنشین صعود کرد. پرسپولیس در مرحله 1/8 تیم پرمهره از صدر رو با تک گل عیسی آل کثیر شکست داد. در اون سمت پاختاکور استقلال ایران رو بازی 1-0 باخته از استقلال رو با پیروزی 2-1 عوض کرد تا ما امروز به جای یک دربی آسیایی بازی نماینده ایران و ازبکستان رو داشته باشیم. حامد جان، پاختاکور یک روز بیشتر از پرسپولیس استراحت کرد و همینطور توی گروه سبکتری هم بود از نظر تیمی. به حال الهلال یه لشکر کرونایی داشت و بازی سبکی داشت، برعکس پرسپولیس که همه بازیش سنگین بود. این خستگی بازیکن‌ها فکر می‌کنید چه تأثیری تو بازی امشب میذاره؟ افشین پیدامایی دیروز مصاحبه کرد، یحیی گل محمدی امروز مصاحبه کرد و اشاره کرد به خستگی بازیکناش، طبیعی هم هست، اما تنها خوشبینی که من دارم اینه که پرسپولیس انقدر بازیکن داره که میتونه جابجاشون بکنه، انقدر بازیکن داره که سجل حسینی دقیقه 90 میاره تو زمین، امید آلیشا رو، مهدی عبدی رو، کمال کامیابینیا رو. به همین دلیل من فکر میکنم که بازیکنی که هر کدومشون برای هر تیمی نعمت، من فکر میکنم انقدر مهره داریم که به توی جابجا بکنه. خب اینم از خوشبختی پرسپولیس که 5 تا تعویض داره این بازی‌ها و میتونه هر بازیکنی که فکر میکنه رو. درسته، اینا طبیعیه و به هم اگرچه بازیکن پرسپولیس خستن قبول دارم، اما دست یحیی بازه و یحیی به هر حال گل آنالیزش انقدر قوی هستن که بتونه کیو جکی بزنه. خب حالا با توجه به این موضوع خستگی ترکیب رو چطور پیش بینی می‌کنی؟ موضوع سیامک نعمتی رو که بذاریم کنار، باید ببینم تغییر داشته باشیم، هرچند که احتمال داره که کمال کامیابی نیه بازی بکنه و همطور معمای سید جلال باقی مونده، اما بعید میدونم. یعنی تنها ابهامش تو یک بازیکن بین سید جلال و کنانی زادگان رو می‌دونی و البته شاید کمال به جای نوراللهی میدونست، احتمال داره نوراللهی، ولی در مجموع معتقدی اون ترکیب مورد استفاده ممکن قرار بگیره. قطعا دیگه، چون به حال اعتقاد داره یحیی به ترکیب. درست. امشب یحیی گل محمدی با مردان منتخب خودش یک گام دیگه به فینال آسیا نزدیک میشه. از راه دور برای یحیی گل محمدی و تیمش آرزوی موفقیت داریم. داور اردنی و خاطرات بعد پرسپولیسی. بله متاسفانه از این داور خاطرات خوبی ندارن پرسپولیسی ها، اما وی آی آر هست و انشالله که خیالمون هم راحت بشه دیگه. بازی رو چند پیش بینی می‌کنی؟ من فکر می‌کنم که یحیی بتونه
تفکرت رو اجرا بکنه دو هیچ، الان سه هیچ. منم میگم دو هیچ. دمتون گرم.